خب بچه سلام عرض میکنم یه بار دیگه خدمتتون، امیدوارم حالتون خوب باشه و در صحت کامل به سر ببرید. ممنون میشم اگه چت نکنید دیگه، تذکر ندم وسط ضبط صدا ندارید. کسی صدا نداره بگه، اگه همه صدا نداشته باشن، خب همه صدا دارن، اوکی، خودتون سیستمتون رو درستش بکنید، یه ریلود بکنید. خب متشکرم بچه. جلسه گذشته حالا آخرای درس دو از فصل چهار رو گفتم، یه مقدار آخراشو تونتون گفتم، میخواستیم تمام کنیم که خب بالاخره تموم نشد به لطف بعضی از دوستان. منتها این جلسه یه بار دیگه مطالب رو میگم، یه چند تا مطلب تو آخر فصل چهار درس یک گفتم به اسم پارامتر و بذار اینجا براتون توضیح بدم که چیه. به اسم پارامتر یا پارامتر جامعه بهش میگی، و یه چیز دیگه بهش گفتیم آماره یا آماره نمونه بهش میگیم. اصلا چیز سختی نیست بچه. پارامتر جامعه یا پارامتر به تنهایی مربوط به جامعه است، یه مشخصه ای از جامعه است، بیشتر اوقات هم میانگین رو حساب میکنه تو جامعه، حالا بیشتر اوقات، میتونه هر مشخصه دیگه ای باشه، ما تو فصل درس دو بیشتر رو میانگین تمرکز داریم به خاطر برآورد، ولی پارامتر میتونه هر چیزی باشه. مثال میزنم، گفتم بهتون به عنوان مثال فرض کنید 100 نفر کوهنورد قله دنا رو فتح کردن، ما میخوایم راجع به اینا تحقیق کنیم که ببینیم جنسیت اینا چی بوده. مثلا کل جامعهمون 100 نفره، میام میگم آقا توی این جامعه از این 100 نفر 70 نفرشون مرد بودن، 30 نفرشون زن بودن. اگه نسبت 70 به 100 رو من محاسبه بکنم میشه 70%، یعنی 70% این افراد مرد بودن. این 70% رو بهش میگیم پارامتر. چرا بهش میگم پارامتر؟ چون برای جامعه ماست، پارامتر مشخصه عددیه برای جامعه. پارامتر همیشه مقدار ثابتیه، یعنی تغییر نمیکنه. چرا تغییر نمیکنه؟ چون جامعه ما مگه 100 نفر نیست؟ 70 تاشون هم که مرد بودن، پس همیشه اینا مرد میمونن دیگه، پس تغییر نمیکنه، پس میشه 70%. درست شد. مگر اینکه جامعهمون تغییر کنه، مگر اینکه جامعه مثلا از جامعه مثلا یه نفر 10 نفر دیگه اضافه بشه، اگه جامعه تغییر بکنه پارامتر ما میتونه تغییر کنه، ولی جامعه که ثابت باشه و عموما هم ثابته پارامتر ما تغییر نمیکنه. اما آماره یعنی چی؟ آماره برای نمونه است. فرض کنید به ما میگن ما میخوایم کوهنوردایی که رفتن قله دنا رو فتح کردن 100 نفر بودن، ببینم چند نفرشون مال کرج هستن، اهل کرجن. حساب میکنیم میشمرمشون میشه 20 نفر. میخوام راجع به این 20 نفره تحقیق کنم، این 20 نفره چه تعدادشون مردن چه تعدادشون زن بودن. آقا این 20 نفر میشه نمونه، درسته؟ کل کوهنوردا 100 نفر میشه جامعه، این 20 نفری که کرج بوده پس کل کشور میشه جامعه، کرج یه زیر مجموعه ازشه، میشه نمونه. حالا اینجا بررسی میکنم ببینم آقا تعداد زنا مثلا فرض کن 16 تا مرد داشتیم به 20، درسته؟ 16 تا مرد 4 تا زن شد چقدر؟ 16/20. این عدد 16/20 یا 80% رو بهش میگن آماره. درست شد؟ آماره برای نمونه است، مشخصه عددیه، پارامتر برای جامعه است. کسی سوالی داره بگه. پارسای ایران، ابوالفضل جان پارسای ایران پورم اضافه میکنی؟ آره. متشکرم. از اون 100 نفر مرشد جان 20 نفر رو برداشتیم، 100 نفر جامعه بود، 20 نفر نمونه است. حالا تعداد مردها رو توی اون 100 نفر حساب کردم، یه مشخصه عددی گفت دادم بهش، مشخصه عددی یعنی عدد گفتم، گفتم آقا 70%شون تو کل جامعه مرد هستن از این 100 نفر، این 70% میشه چی؟ میشه پارامتر.
اما تو اون 20 نفره 16 نفرشون مرد بودن، میشه 80%. 80% کرجی ها یعنی نمونه، پس اون 80% میشه آماره. جلسه پیش هم حضور غیاب کردم، بله، ولی چون اسما رو بچه ها ننوشته بودن، خیلی اونایی که فقط اسم نوشته بودن رو من براشون حاضری زدم. آرسام جان منظور چیه؟ میشه 70 تا مرد؟ آره دیگه، میشه 70 تا مرد دقیقا از 100 نفر. در مورد علامت هاشون الان صحبت میکنیم. پارامتر برای جامعه است، اصلا وابستگی معنی نداره. پارامتر واسه جامعه است، یه مشخصه برای جامعه و همیشه ثابته. تا جامعه تغییر نکنه پارامتر تغییر نمیکنه. یه مثال دیگه بذار داشتم براتون از آره یه مثال دیگه هم دارم آقای حسین نجات برای بریم، ولی توی اون یکی فایلم بود. بذار یه مثال دیگر همینجا بگم، توی فایل درس فصل پیش بود. مثال دیگه که اگه یادتون باشه جلسه پیش براتون زدم، مثلا نسبت بازیکنای فوتبال بالای 30 سال، توی فایل قبلی هست برای درس یک، نسبت بازیکنای بالای 30 سال به کل بازیکنای لیگ برتر. اگه کل بازیکنای لیگ برتر فوتبال ایران رو در نظر جامعه در نظر بگیریم، کلشو، نسبت بازیکنای بالای 30 سال به کل بازیکنا رو بهش میگم پارامتر. مثلا فرض کن نمیدونم 1000 تا بازیکن هست کلن توی لیگ، مثلا عددی که دارم میگم، حالا نمیخوام حساب بکنم چند تا، از این 1000 تا 100 نفر چیان بالای 30 سالن. البته با در سالم گفته بودم، در سال 97 مثلا حساب بکنیم، بالای 30 سالن. خب میشه 10%. 10% افراد سنشون تو کل لیگ برتر بالای 30 ساله، درسته؟ این لیگ برتر جامعه است، جامعه ماست. 10%ی هم که به دست آوردیم و بهش میگم پارامتر، درست شد؟ چرا؟ چون نسبت افراد بالای 30 سال به کل تو جامعه حساب شده. تو سال 97 این عدد همیشه ثابته. اما میاد یه سوال میپرسه، میگه آقا بازیکنای شما، من میخوام بازیکنای استقلال رو در نظر بگیرم، نمونم بازی مثلا تیم استقلال مثلا چند تا بازیکن داره؟ کلا 20 تا بازیکن داره. از این 20 تا 5 تاشون بالای 30 سالن، پس نسبت میشه 5/20 یا 25%. این 25% میشه آماره. چرا آماره بهش میگیم؟ به خاطر اینکه برای نمونه گرفته شده، نسبت برای نمونه است. حالا یکی دیگه میاد میگه آقا من مثلا استقلال رو به عنوان نمونه انتخاب نمی کنم، یا تیم دیگه مثلا پرسپولیس رو نمونه انتخاب می کنم، یه دونه مثلا تیم، اونم پرسپولیس، تعداد بازیکناش 20 تاست، مثلا 10 تا از بازیکناش بالای 30 سالن، نسبتش میشه 10/20، میشه 50%. آقا 50% بازیکنای پرسپولیس بالای 30 سالن، این 50% میشه آماره. نگاه کنید، آماره تو برای نمون استقلال و نمونه انتخاب کردیم شد 25%، پرسپولیس رو نمونه انتخاب کردیم شد 50%، سپاهان رو مثلا انتخاب میکنیم میشه 7% به عنوان مثال. پس آماره داره توی نمونه های مختلف تغییر میکنه، ولی پارامتر آیا تغییر میکنه؟ این 10% همیشه ثابته، چون کل تیم بازیکنامون 1000 نفرن، درست شد؟ متوجه شدید اینو؟ اونایی که با اسم خودشون اومدن جلسه قبل حضور زدن، بچه فعلا نگی، بذار من بخونم. الان 1000 پارامتر نمیشه، 1000 میشه حجم جامعهمون، یعنی تعداد اعضای جامعهمون 1000ه. ما باید یه مشخصه ای ازش انتخاب بکنیم که بهش بگیم پارامتر. آدرین هم بی زحمت می نویسی ابوالفضل جان، آدرین داوودی. کسایی که اومدن بچه ها خیلی چت نکنه که من ببینم کیا دارم میام و میرن.
40 نفر رسید الان بچه ها. خب نه سال 97 و به خاطر این گفتم، اگه سال 97 رو نمیگفتم شما میگفتی که آقا مثلا سال 97 یکی 30 سال مثلا 29 باشه که سال بعدش میشه 30 سال. به خاطر این سال مشخص کردیم که تو اون سال خاص چک کنیم، مثلا سال 97 باشه 29 سال، سال بعدش میشه 30 سال دیگه، یه سال میره بالاتر. به خاطر این گفتم تعداد اعضای جامعه 1000 تاست. حمید رضا ابراهیمی هم بنویس ابوالفضل جان. بله ممنونم. امیر حسین یداللهی هم همینطور، آرمین خدابین هم همینطور، آرشام هم هستش. خب باربد قربانی هم همینطور، ممنونم. خب بچه اوکی شد. میر سلیمی هم نوشتیم فکر کنم، نه میر سلیمی هم اول نوشتیم. خواهش میکنم کسی پس از مرشاد جان متوجه شدی سوال شما بود پارامتر، درسته؟ متوجه شدی آقا مرشاد؟ بریم بعدی. خیلی خب ممنونم، بریم بعدی. خب آقا بریم بعدی، مطلب بعدی که بخوام بگم. بچه ها برآورد داریم، برآورد رو با یه مثال گفتم دیگه، این مثال های تکراری رو براتون تکرار نمی کنم چون دیروز گفتم. بریم سراغ خود برآوردی و یه مثال جدید حل کنیم. برآورد دو تا برآورد داریم، یه برآورد نقطه‌ای داریم، یه برآورد فاصله‌ای که بهش برآورد بازه‌ای هم میگن، بازه‌ای یا فاصله‌ای. درست شد؟ هر نقطه‌ای رو دیروز بحث کردیم، فقط امروز یه مثال ازش حل می‌کنیم تا بریم سراغ برآورد فاصله‌ای ببینیم چیه. خب آها، برای اینکه این چیزه براتون مشخص تر بشه پارامتر و آماره، یه بار دیگه مثال دوی جلسه پیشو براتون حل میکنم. توسط آمارشناسان میانگین ساعت، میانگین ساعت مطالعه دانش آموزان در جامعه ای 3 ساعت بوده. بچه ها میانگ پارامتر رو با حرف یونانی مو نشون میدیم. مو یا بعضی مقاله بعضی ها میو هم میگن، حرف یونانی مثل سیگما که حرف یونانی بود، اینم موه، این قسمتش کشیده تر، این قسمت همینجوری مثل ام انگلیسیه. میگه پارامتر جامعه اینجا چیه؟ خب ما میدونیم که میانگین ساعت مطالعه دانش آموزان در جامعه ای، میانگین ساعت مطالعه دانش آموزان در جامعه ای رو بهش میگم پارامتر. چرا پارامتر میگیم؟ چون تو جامعه است، یه مشخصه از جامعه است. حالا اگه میانگین جامعه باشه پارامتر رو با مو نشون میدیم. مو به معنی میانگینه، هر مشخصه ای رو با مو نشون نمیدن. آقا بعدش گفته مقدار پارامتر چقدره، خودش مشخص کرده 3 ساعت. درست شد؟ بریم بعدی. میگه برای بررسی مجدد ما اومدیم 8 تا از دانش آموزا رو ساعتاشون رو پرسیدیم، اینجا لیست کردیم. این 8 تا میشه چی؟ نمونه. یک نمونه 8 نفره. پس آماره نمونه چیه بچه‌ها؟ آماره نمونه میشه میانگین ساعت مطالعه 8 نفر، یعنی نمونمون، آمارمون. آمارمون اینه، مقدارش چنده؟ مقدارش رو حساب میکنیم. بچه آماره رو با میانگین، آماره رو با ایکس بار نشون میدن. آقا مقدارش چنده؟ جمع کن اینا رو، همه رو با هم جمع میکنم تقسیم به 6 میکنم، همه رو با هم جمع میکنم تقسیم به 6. 5 5 اینم شد 16، چندم 8 میشه 2. بچه ها مقدار آمارمون یعنی ایکس بارمون میشه 2. پس مقدار آماره میشه میانگین نمونه، ایکس بار میشه میانگین اعضای نمونه، چیایی که داریم، اطلاعات نمونه. بچه ها پارامتر جامعه چیه؟ ببخشید برآورد نقطه ای چیه؟ برآورد نقطه ای پارامتر جامعه، برآورد نقطه ای پارامتر جامعه همین مقدار میانگین است، 2 ساعت هستش اینجا، 2 ساعت. درست شد؟ اینو بهش میگم برآورد. یعنی چی بچه ها کل کاری که ما اینجا انجام دادیم توی سال؟ من میخوام ببینم دانش آموزای مثلا یه شهری
دانش آموزای یه جامعه‌ای که تعدادشون خیلی زیاده در هفته مثلا چند ساعت دارن مطالعه میکنن. من نمیتونم همه رو ازشون بپرسم، کار سختیه چون تعدادشون خیلی زیاده. میام یه نمونه انتخاب میکنم. این نمونه ای که ما اینجا انتخاب کردیم برای سادگی کار 8 نفر رو انتخاب کرد. شما نمونه‌تون مثلا میتونه 100 نفره باشه. راجع به اون 100 نفر مطالعه میکنه، میاد میگه آقا چیو به دست میاره؟ میانگین ساعت مطالعه اون 100 نفر رو به دست میاره. ما حالا 8 نفر رو به دست آوردیم، شد 2 ساعت. بعد 2 ساعته رو میگیم برآوردش میکنیم به عنوان پارامتر. یعنی میگیم 2 ساعت. در صورتی که ساعت واقعی که دانش آموزا مطالعه میکردن 3 ساعت بوده، ولی ما به اشتباه برآورد کردیم 2. فاصله یه ذره زیاده. حالا چطوری میتونم این فاصله رو کمش کنم؟ هرچی این نمونه رو بزرگتر کنید این فاصله چی میشه؟ کمتر میشه. هرچی نمونه رو بیشترش کنیم، یعنی نزدیکش کنیم به جامعه، فاصله بیشتر میشه. ولی تا جایی که امکان پذیره، هیچ وقت خود جامعه رو در نظر نمیگیریم، ولی با نمونه زیاد گرفتن تعداد اعضای نمونه زیاد میتونیم به این عدد 3 ساعته برسیم. درست شد؟ کسی سوالی داره تا اینجا؟ مطالبی بود که دیروز گفتم. سوالی نیست؟ بگو باربوت، بگو. سوال داری؟ کجا تقسیم به 6 کردیم؟ من نمیدونم تقسیم به 6 چیو تقسیم به 6 کردیم. تقسیم به 8 کردیم بار بود. نه، این سیگمایی که قبل نوشتم، این تقسیم به 6 نیستا. 16 رو تقسیم به 8 کردیم، تعدادش 8 تا بود. حل شد مشکلت یا نه؟ 8 بود. اون پایین نوشته بودم سیگما، نه تقسیم. داشتم مو رو توضیح میدادم، گفتم مثل سیگما میمونه. تو مثال بعدی یه بار دیگه توضیح میدم. چشم. بریم مثال بعدی هم شبیه همین مثاله، چون برای بچه‌ها تکراری نشه یه مثال دیگه میگم. پس آقا کل کاری که ما داریم انجام میدیم تو آمار استنباطی توی این جدول اومده. یه جامعه ای داریم که تعدادش زیاده، نمیتونم رو تک تکشون سرشماری انجام بدم، ازش یه نمونه انتخاب میکنم. نمونه رو میام آماره روش محاسباتی انجام میدم، آمارهشون به دست میارم، آماره رو برآورد میکنم به عنوان پارامتر، اختصاصش میدم برای جامعه. حالا آمار استنباطی میگه شما میتونی اینو به عنوان پارامتر برای جامعه در نظر بگیری یا نه. بعضی جاها تو فصل قبل گفتم اندازه‌گیری هامون اوریب میشه. آمار استنباطی میگه شما نمیتونی این رو به عنوان پارامتر در نظر بگیری. پس هر اینجا انتخاب میکنیم، محاسبه میکنیم، آماره رو برآورد میکنیم. جایی که آماره رو تبدیل میکنه به پارامتر بهش میگم برآورد. این درسمون راجبه همین قسمته. بچه این سوال حل کردم جلسه گذشته براتون، رد میشیم از کنارش رد میشیم. برای اینکه بحثو بهتر متوجه شید بذار یه توضیح بگم. فقط حل نمی کنم، فقط یه توضیحی از این میدم. میگه آقا یه توضیحی بدم، اینو دیروز شاید خوب متوجه نشید، آخرای بحثمون بود. میگه که آقا ما توی جامعه ای از 6 نفر تشکیل شده، 6 نفر داره جامعهمون، هر کدوم درآمداشو اینجا نوشته. درآمدای هر کدوم 4 1 0 3 5. از این جامعه نمونه چند نفر انتخاب بکنم میتونم به عنوان پارامتر براش در نظر بگیرم؟ چون تعداد کمه من میتونم پارامترشو حساب بکنم. پارامترش چی میشه؟ یعنی موش چند میشه این سال؟ موش میشه 4 به اضافه 1 به اضافه 0 به اضافه 3 به اضافه 5 به اضافه 2. حله؟ تقسیم به 1 2 3 4 5 6. بار بچان اینجا 6ه، تعداد 6ه. 4 و 1 میشه 5 با 5 10 15 6 15 6 میشه 2.5. قبوله؟ پارامتر جامعه ما 2.5. سوال میگه من به نظر شما چند نمونه رو چند نفر انتخاب کنم که آمارم این پارامتر رو با احتمال بهتری به من بده؟ اول بیایم یه نفره انتخاب کنیم. من اگه یکی یکی انتخاب بکنم
اگه اینو انتخاب بکنم آماره میشه 4، پس اگه برآورد کنم باید 4 بگم. خیلی اختلاف داره با 2.5 میلیون. یا 1 انتخاب میکنم 1.5 میلیون. 0 انتخاب بکنم به عنوان پارامتر، خب خیلی بده، من نمیتونم بگم مثلا میانگین درآمد این 6 نفر 0ه. 5 انتخاب کنم میانگینشون 5، دو برابر دارم میگم. پس انتخاب کردن نمونه 1 نفره کار مناسبی نیست. اینجا اومده با نمودار ستونی اینو مشخصش کرده. نگاه کنید بچه ها، برای 1 نفر من یا 0 به دست میارم، اما احتمالشون چنده؟ احتمال هر کدومشون 1/6. 1/6 چیزی ولود 16% میشه، درسته؟ پس این احتمال این x باره، می نویسم کنارش این احتمال تو نمودارمون، این x باره تو نمودارم، درست شد؟ x بار یعنی مقدار آمارم، میانگین آماره. من اگه یه دونه عضو انتخاب کنم میتونه میانگینش 0 بشه. چقدر احتمال داره میانگینش 0 بشه؟ 16%، چون انتخاب 1/6 دیگه، احتمالمون 1/6، هر کدومو انقدر احتمال داره. احتمال این که میانگین 2 بشه همینقدر. درست شد؟ اما تو قسمت بعدی، تا اینجا کسی مشکلی نداره؟ بذار بعدی رو بگم بعد سوالاتونو میپرسم. اما تو قسمت بعدی میگه من میام آقا دو نفر انتخاب میکنم، تصادفی هم قرار انتخاب کنم و برای نمونه یکی از اینا رو هم مجبورم انتخاب کنم، نه اینکه همه رو انتخاب بکنم. اومده کتاب توی این جدول چیکار کرده؟ گفته اونایی که میانگینشون از این اعدادی که داشتیم 0 1 2 3 4 5، اعدادمون این، من اینجا مینویسم یه بار دیگه، اعدادمون 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5، از این 5 تا عدد دوتا انتخاب کنیم، شانس این که 0 و 1 انتخاب کنیم چقدره؟ یا 0 و 2 یا 0 و 3. همه رو اومده تو این جدول نوشته. اولا که من احتمالش رو چطوری میتونم پیدا کنم؟ میگم 6 تا عضو، کل حالتام 2/6، انتخاب 2/6، پس مخرج میشه چند؟ 2/6 میشه 15 دیگه، درسته؟ 6 ضرب در 5 تقسیم به 2 میشه 15، پس مخرجم میشه 15. اما احتمال این که من میانگین آماره رو نیم برآورد کنم چقدره؟ فقط 0 و 1 به من میده 1/15. درست شد؟ احتمال این که من میانگین آماره رو 1 برآورد کنم چقدره؟ دوباره 1/15. چرا؟ فقط 0 و 2 اینا به من میده. احتمال این که من میانگین آماره رو 1.5 برآورد کنم چقدره؟ 2/15. چرا 2/15؟ چون هم 0 و 3 اینو به من میده، هم 1 و 2 اینو به من میده. درست شد؟ احتمال این که همینجور الاخر 2 برآورد کنم 2 تا عدد. احتمال این که 2.5 برآورد کنم 3/15. بچه ها وضعیتمون خیلی بهتر شد از یه دونه انتخاب. تو یه دونه انتخاب من میتونستم از 0 عدد به دست بیارم تا 5، اما تو دوتا از نیم تا 4.5، یعنی 4 تا انحراف داره. ضمن این که تو 3 حالت من میتونم دقیقا عددو به دست بیارم، یعنی دقیقا آمارم همون با مو برابر بشه. نتیجه از این فعالیت و کار در کلاس اینه که هرچی من تعداد اینا رو بیشترش میکنم، هرچی تعداد نمونم رو بیشترش میکنم، احتمال اینکه به این پارامتر مو نزدیکتر بشم بیشتره. همینو بیاید اینجا ببینیم توی این نمودار. ببینید چه اتفاقی افتاده. عدد 2.5 این x بارمه دیگه، عدد 2.5 اینجاست، بیشترین احتمالو داره. بعدش عدد 2.3 احتمالای بیشتری داره، عدد 1.5 و 3.5 هم احتمال زیادی دارن، ولی اعداد 4 و 5 خیلی احتمالشون کمه، 1/15 احتمال داره. یعنی کل احتمالی که ما عدد خیلی بد به دست بیاریم 4/15 و 11/15 احتمالاً عددمون به اون چیزی که میخوایم نزدیکه. پس دوتایی بد نیست از 6 تا انتخاب کنیم. 3 رو قرار شد خودتون بکشید، 4 رو نگاه کنید چه اتفاقی میفته. اگه نمونه هامون رو 4 تاییش بکنیم، یه چیزی بین 1.5 تا 3.5 به ما میده. خیلی عالیه دیگه، ما 2.5 میخوایم، احتمال 2.5 هم از همه بیشتره. و اگه 6 تا انتخاب کنیم، نگاه کنید چه اتفاقی میفته، دقیقاً 2 تا رو میده. 6 تا دقیقاً 2 تا رو میده. چرا؟ چون تعداد جامعه‌مونه، نمونه‌مون.
و اگه 5 تا انتخاب بکنیم عددمون بین 2 تا 3 میشه، یعنی میانگین درآمد نمونه هامون بین 2 تا 3 بدون شک. بریم سراغ ادامه. بچه یه تمرینی گفته بودم خودتون حل کنید، الان به عنوان مثال براتون حل میکنم. 5 مهره با شماره های 1, 2, 3, 4 و 5 داریم. میخواهیم بر اساس نمونه های دوتایی میانگین شماره مهره ها، میانگین شماره مهره ها میشه چی؟ پارامتر جامعه را برآورد کنیم. امکان مشاهده چند نمونه دوتایی داریم؟ امکان مشاهده چند نمونه دوتایی داریم؟ انتخاب 2 از 5، دوتا دوتا میخوایم انتخاب کنیم دیگه، 2 از 5 میشه 10. بلدید محاسبه شو درسته؟ 5 ضرب در یه دونه کمترش تقسیم به 2 میشه 10. خب میگه تمام آنها رو نوشته و برای هر کدام آماره رو به دست بیاری. بچه این سوال میتونه یه سوال امتحانی بسیار خوب برای خرداد شما باشه. میگه همه رو بنویسید اون چیزایی که هست. من یکی یکی نوشتم، اما چطوری میتونم همه رو اینجا لیست کنم؟ شما اصلا میانگین رو ولش کن، برو سراغ جمع. اونایی که جمعشون کوچکترین رو میسازه، 1 با 2 جمعشون میشه چی؟ 3. کمتر از اینا نداریم. بعدیش 1 با 3، 1 با 4. بچه 1 با 3 یه جمع دیگه برای اعداد طبیعیش 2 و 2ه که من نمیتونم دوبار 2 رو انتخاب کنم، یه 2 بیشتر نداریم. اما 1, 4, 2, 3, 2 تا، 1, 5, 2, 4، 2, 5, 3, 4، 3, 5, 4, 5، اینا میشه چی؟ همه اون نمونه‌های دو تایی که میتونم انتخاب کنم. کل اینا چند تاست؟ 10 تاست. درست شد؟ خب میرم سراغ ادامه. میگه برای هر کدوم آماره رو به دست بیاری. برای هر قسمت دوتایی آماره رو به دست بیارم. آماره یعنی ایکس بار، میانگین این دوتا، میانگینشون میشه چند؟ میانگین 1 و 2 میشه 1.5، میانگین 1 و 3 میشه 2، همینجوری میانگین 1 و 4 میشه 2.5، 2 و 3 هم میشه 2.5. 2 تا تقسیم به 2، جمع کن تقسیم به 2، جمع کن تقسیم به 2 تا 4.5. درست شد؟ احتمال حضور 1 و 2، این که من آمارم و 1.5 به دست بیارم چقدره؟ 1/10. چرا؟ یه دونه از 10 تا. احتمال حضور این که آمارم و 2.5 به دست بیارم چقدره؟ میشه 2/10. 3 به دست بیارم 2/10، چون 2 تاست 2 تاست 2/10، 1/10 و 1/10. بچه در صورتی که من خود پارامتر جامعه هم که 5 تایی، پارامتر جامعه هم موی من اینجا چنده؟ مو چنده؟ 3 هستش این موه، ولی من چون 2 تایی انتخاب کردم به نسبت برآورده بدی ندارم، احتمال بیشتر اینجاست، بین 2.5 تا 3.5، 6/10 احتمال وجود داره. خب بعدش گفته نمونه میله‌ای رسم کنید که روی محور طول‌ها مقادیر باشه، مقادیر x بار باشه و روی محور عرض‌ها احتمال باشه. پس این میشه احتمال، این میشه چی؟ محور x بار، محور طول‌هاش. میام ببینم x بارم چیا بودن. بچه از 1.5 نیم تا نیم تا زیاد شده تا 4.5. می‌نویسم. اولیشو می‌نویسم 1.5. بعدیشو می‌نویسم 2, 2.5, 3, 3.5, 4 و 4.5 هم آخریش. درست شد؟ حالا میخوام بیام چی درست کنم؟ یه نمودار ستونی درست کنم براش. نمودار ستونی رو چه شکلی میتونم درست کنم؟ این شکل. آقا خب اول احتمالش هم بگم بعد. احتمالامون چه عددی بودن؟ یادتون هست 1/10 و 2/10 فقط دارم. پس روی میله قسمت ستونی احتمال یه جا رو قرار میدم 1/10، یه جا رو قرار میدم 2/10. حالا نمودارش رو رسم میکنم. آقا نمودار میله‌ایش رو رسم میکنم. 1.5 چقدر احتمال داشت باشه؟ از رو جدول میبینم 1.5 و 2 1/10 بود، بعدی 2/10، ستایی بعدی 2/10. اینجا می نویسم 1.5 رو میکشم میارم تا 1/10. این نمودار ستونی یا میله‌ایه. بعدیش 2 1/10، این نمودار ستونیه. 2.5 بود 2/10 میاد تا این بالا، 3 بود 2/10 میاد تا این بالا، 3.5 هم 2/10 بود، 4 و 4.5 هم 1/10 بود، این 4 و 4.5 هم 1/10 بود. پس این هم میشه نمودار
میله این قسمت. اینه از این. اگه کسی سوالی داره برام بفرسته توی تلگرام، اگه ندارید که بریم بعدی. آقا جون کسی سوالی نفرستاده؟ خب مثل اینکه سوالی نیست. قسمت بعدی که ما داریم بچه ها انحراف معیار برآورد میانگینه. ما یه انحراف معیار رو توی فصل قبل خوندیم به اسم سیگما، یه انحراف معیار دیگه داریم به اسم انحراف معیار برآورد میانگین، یعنی سیگمای ایکس بار. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما اگه نمونمون رو یه دونه ای انتخاب کنیم، مثلا انحراف معیار زیاد میشه. اگه نمونه هامون رو دوتایی انتخاب کنیم، انحراف معیار چی میشه؟ انحراف معیارمون کم میشه. به این میگن انحراف معیار چی؟ برآورد میانگین. با سیگمای ایکس بار به دست نشونش میدن. رابطش هم هست انحراف معیار جامعه سیگما به رادیکال ان. ان چیه؟ ان اندازه نمونه انتخاب شده است. یه نکته دیگه هم دقت کنید، گفته در یک جامعه نامتناهی، یعنی جامعه امون بیشمار عضو داره. چرا گفته نامتناهی؟ برای اینکه این فرموله راحت تر بشه. اگه جامعه امون متناهی بود، دو سه تا علامت دیگه به این فرموله اضافه میشد و کارمون برای محاسبات اینجا سخت میشد. پس جامعه رو نامتناهی گرفته به خاطر اینکه فرمولمون چی بشه؟ راحت تر بشه. سیگما انحراف معیار جامعه است، ان اندازه نمونه است، تعداد نمونه است. نکته، هرچی اندازه نمونه بیشتر میشه سیگمای ایکس بار کمتر میشه، رابطه عکس داره. پس من هرچی تعداد جامعه‌مو بزرگتر انتخاب بکنم، انحراف معیار برآورد میانگینم کمتر میشه، یعنی از اون میانگینه انحراف معیارش کمتر میشه. تو مثالا و نمودارهای قبلم دیدیم که کم میشه. و هرچی انحراف معیار جامعه‌مون کمتر باشه بازم ولی رابطه مستقیم با انحراف معیار جامعه داره. هرچی انحراف معیار جامعه کمتر باشه، انحراف معیار برآورد میانگینم کمتر میشه. یه مثال حل کنیم از این بچه‌ها. در یک جامعه انحراف معیار مدت زمان مکالمه هر فرد با تلفن همراه 2 ساعته. انحراف معیار جامعه است، اسمشو سیگماست. بقیه این انه، اینم انه. چرا؟ گفته انحراف معیار برآورد میانگین برای نمونه های انقدر و انقدر. آقا دوتا باید سیگمای ایکس بار حساب بکنم. یکیش میشه، فرمولش همین بود، سیگما به روی رادیکال ان. سیگمامون 2 بود، رادیکال 900 هم میشه چی؟ سی. میشه 2/3 یا 1/15. بعدی میشه چی؟ بعدی سیگما ایکس بار اون یکی میشه چی؟ همون رابطه است، سیگما به روی رادیکال ان میشه 2 به روی رادیکال 10000 میشه 2/100. بچه ها اینجا شد 2/100، اینجا شد نزدیک 6/100، 6/100. یعنی چی؟ یعنی هر چی جامعمون نمونمون تعداد اعضاش بیشتر باشه، انحراف معیار میانگینمون میانگین نمونمون انحراف معیار برآورد میانگینمون عدد کمتریه. کسی سوالی نداره؟ سوالی نیست. ببینم بچه‌ها دوباره هستید یا نیستید. خیلی خب بچه ها سوالی نداری، بریم بعدی. بریم مثال بعدی، بریم قسمت بعدی. برآورد بازه‌ای یا برآورد فاصله‌ای. بچه ها یه مثالی براتون بزنم، شما از این کارم خودتون خیلی وقتا استفاده میکنید. فرض کنید یه امتحان خیلی راحتی دادید توی مدرسه‌تون، امتحان آمار احتمال خیلی راحت بوده. از امتحان میای بیرون، دوستت ازت میپرسه که چند شد نمرت؟ چون امتحان راحت بوده، راجب سوالا مطمئن بودی، برآورد میکنی، میگی آقا من 19 میشم. 19 میشم. حالا فرض کنیم یه مقدار امتحانه چیه؟ سخت بوده. یعنی تو 2-3 تا سوال رو شک داشتی که درست نوشتی یا غلط نوشتی. میای از جلسه بیرون، رفیقت میبینه تو رو، میگه چند شدی تو امتحان؟ میگی یه به احتمال 90%
یه چیزی بین 16 تا 19 میشن. درست شد؟ این همون برآورد بازه‌ایه که شما داری انجام میدی. داری میگی به احتمال 90% یه عددی بین 16 تا 19 میشم. یعنی چی؟ بازه‌ای که دادی 16 تا 19ه، عددی که گفتی 90%. پس بازه اطمینانمون از دو تا قسمت تشکیل شده. بازه است، معنی بازه رو میدونید، عددی برای پارامتر جامعه به همراه یه درصد اطمینان که به این درصد اطمینان ضریب اطمینان هم میگن. به عنوان مثال اگر بازه اطمینان نمره درس شیمی دانش آموزی 17 و 19 باشه، یعنی از 17 تا 19 با ضریب اطمینان 90% باشه، یعنی با احتمال 90% این دانش آموز در درس شیمی نمره بین 17 تا 19 رو میگیره. اینم یه جور برآورد کردنه، منتها برآوردمون دیگه یه عدد نیست، نقطه ای نیست، نمیگیم این عدد، نمیگیم عدد 19، میگیم بین 17 تا 19. اما با چه درصدی؟ این درصدش هم خیلی مهمه. بریم سراغ رابطه اصلیش، بریم سراغ رابطه اصلی این. چه رابطه‌ای داره؟ آقا برآورد بازه‌ای برای میانگین جامعه. برای نمونه تصادفی انتایی، اعضای نمونه هم انتاست، با میانگین نمونه ایکس بار از جامعه ای با میانگین یا پارامتر مو و انحراف معیار سیگما با اطمینان بیش از 95% این حرفو میتونیم بزنیم. با اطمینان بیش از 95%. بچه این فرمولش محاسبه شده است. میه پارامتر جامعه یه عددیه بین میانگین نمونه به اضافه دو برابر انحراف معیار به رادیکال n. n چیه؟ تعداد نمونه است. x بار منهای دو برابر این. حفظ کرد این فرمولو باید حفظ کنید. حفظ کردنش سخت نیست چون دو طرف یه مقداره، فقط یکیش به اضافه شده یکیش منها شده. لطفاً این فرمول رو به ذهنتون بسپارید. بریم یه مثال ازش حل کنیم ببینیم یعنی چی. آها یه توجه، اگر در جامعه انحراف معیار رو نداده بود، یعنی سیگما رو به من نداده بود، برای به دست آوردن بازه اطمینان از انحراف معیار نمونه استفاده میکنم، یعنی خودم سیگما رو براش حساب میکنم. میدونیدم انحراف معیار چطوری حساب میشه؟ مثال اگر یک نمونه چهار عضوی از قد دانش آموزان در بدو تولد بر حسب سانتی متر به صورت 43 47 46 و 44 داشته باشیم، یک فاصله اطمینان برای میانگین جامعه محاسبه بکنید. فاصله اطمینان منظورمون همون فاصله اطمینان 95%ه. حالا این 95% هم اینجا می‌نویسم که جا افتاده از سال. فاصله اطمینان 95%. آقا فرمولش چی بود؟ می‌نویسم مو یه عددی بین x بار به اضافه 2 سیگما به روی رادیکال n و یه عددی بین 2 سیگما به روی رادیکال n منهای اینم x بار. درست شد؟ خب چیزی که من از این داده ها باید استفاده کنم، اول x بار شما محاسبه میکنم. بچه x بارش میشه 47 43 44 46 تقسیم به 4. درست شد؟ آقا 43 و 47 میشه 90، اینم میشه 90، میشه 184. 184 میشه 45. درست شد؟ میانگینمون 45. اما سیگما رو اینجا به ما نداده، سیگمای جامعه رو. خودم میام سیگما رو محاسبه میکنم، اول واریانس حساب میکنم، سیگما 2 رو حساب میکنم، بعد اصلا یه سره حساب میکنم سیگما رو، مشکلی نیست، توان دوشم نمیذارم، یه سر حساب میکنم. رادیکال رابطه سیگما یادتون هست دیگه، یه خط کسری اعدادمون رو تقسیم به تعداد 4 میکردیم، رادیکال داشت و صورتش هم اعداد یکی یکی از میانگین، یعنی انحراف از میانگینشون رو محاسبه میکردم به توان 2. 47 منهای 45 به توان 2، 46 منهای 45 به توان 2، به اضافه 44
منهای 45 به توان 2. اینا رو محاسبه میکنم. بچه اولیش میشه رادیکال. پس میشه رادیکال 40 میشه منفی 2 به توان 2 4. دوباره 2 به توان 2 4. 1 به توان 2 1. 1 به توان 2 1. تقسیم به چند؟ 4. 4 و 4 8. این 9 اینم 10. میشه چند؟ 10 4 روم. رادیکال 10 4 روم. اگر اشتباه نکرده باشم تو محاسبات، یه بار دیگه محاسباتش رو چک کنم. 43 از 45 دوتا داره، دوتا داره، یه دونه یه دونه، به توان دوش میشه 2 2 4. خیلی خوب، درسته. حالا تو این رابطه بالایی براش قرار میدم، بازه اطمینانمون تقریبا 10 4 من بذار تقریبی بگم دیگه، میشه رادیکال 5 دوم یا 2.5 تقریبا میشه 1.58. رادیکال 2.5 تقریبا میشه 1.58. تقریبشو میذارم. حالا محاسبه میکنم. مو بین چی بود؟ ایکس بارمون چند شد؟ 45. منهای 2 برابر این سیگما، سیگمامون شد 1.58 به روی رادیکال 4، تعدادش هم 4 بود. یه تقریب دیگه بین 45 به اضافه 2 تا 1.58 سیگما به روی رادیکال 4. بچه رادیکال 4 با این 2 میره، اینم که با این 2 میره، پس موی ما بین 45 به اضافه 1.58 یعنی 46.58. این برم بین 43 و 42 هستش. مفهوم این سوال یعنی چی؟ یعنی نوزادانی که تو بدو تولد تولدشون به دنیا میان، به احتمال 95% وزنشون بین 43 و 42 تا 46 و 58 هستش. البته چون اینجا جامعهمون 4 تا بود، یه نمونه خیلی مناسبی براش نیست. میتونیم نمونه رو مناسب‌ترم بکنیم. کسی سوال داره برام بفرسته؟ کسی نفرستاده؟ بچه سوالی ندارید؟ مشکلی نیست؟ خب میخوای چتشون رو باز کنی؟ شاید اینجوری راحت ترن. یه لحظه چت رو باز کن ببینیم. بچه ها اگه کسی سوالی داره بگه. من تلگرامم رو چک کردم. آها الان داره میاد یه چیزایی. خب بپرسید بچه ها. چرا از واریانس حل کردید؟ اسکرین میخواد. بچه ها من همینو که حل میکنم روشون همه رو براتون میفرستم. خب با حل شده رو پی دی افش حل شده هاشو براتون میفرستم. چرا از واریانس استفاده کردیم؟ باید بگم بهتون که بچه ها واریانس خودش اینجا بود دیگه، توی سوالش بود، توی فرمولشه. اینها خود فرموله استفاده کرده و این فرمولم به دست آوردن. اینجوری نیست که مثلا به صورت آماری به دست آوردن، از رابطه های منطقی ریاضی نیست. اثباتم نمی کنیم اینجا، اثباتی هم نداره به اون صورت، یعنی خودشون به دست آوردن با یه حدسایی. درست شد؟ و این سیگما هم واریانس هم خودش، واریانس نه انحراف معیار هم خودش تو فرمول هست. خب دیگه سوال؟ حالا اگه کسی میخواد این اسکرینم بگیره میتونید بگیرید، ولی میگم همین شکلی براتون میذارم توی کانال تلگرام. انحراف معیار رو بچه ها، انحراف معیار رو گفتم براتون تو فصل 3، گفتم آخر فصل 3. الان یه بار دیگه انحراف معیار بگم بهتون. Yeah.
خب چت بازه، پس اگه چیزی شد کسی حرفی زد بگید به من اطلاع بدید که من ببندم چت رو. خب بچه ها بریم سراغ چند تا تست تو این وقتی که داریم، چند تا تست حل کنیم. لطفاً از این چیزایی مثلا خوشمزهی که انجام میدید انجام ندید، همینجوری عدد رو برا من نفرستید. ممنون میشم اگه یه ذره فکر کنید. تست یک رو حل کنید، 3 دقیقه بهتون فرصت میدم ببینم کسی میتونه حل کنه جواب درست رو برام بفرسته یا نه. اونایی هم که حل کردن جواب رو توی کانال تلگرام بفرستن برام. دارید سوالو؟ البته هست دیگه، باید پی دی افش کنار دستتون باشه، گذاشتم توی کانال پی دی افو. تست رو کسی میتونه جوابشو بده با این توضیحاتی که امروز گفتم یا خودم حلش کنم؟ وقفه رو بعدن چیز کنم دیگه، درستش میکنی؟ آره اینا رو بعدن حذفش کن. بچه هم صدا ندارم. خب تونستید حل بکنید؟ یک هفتم شما بی نظیرید. یک لحظه دیگه صبر میکنم برای آقای حسنی. تو را پر نظرت عوض شد دیگه، به نظرت نیست الان شد په. آقای حسنی سوال پرسیده که آیا میتونیم تو نمودار ستونی میله ها رو به هم وصل کنیم؟ تا مرشاد جان نیازی نیست. ببین گفتم زمانی میتونی به هم متصل باشن ستونا که نمودار میله‌ای نباشه. به اون نموداره میگن نمودار هیستوگرام. یعنی چی هیستوگرام؟ یعنی فاصله‌ای بین اعدادت وجود نداشته باشه. اگه فاصله وجود نداشته باشه میتونی به هم بچسبونی ستون‌ها رو. در غیر این صورت نه، همون جدا باشه اوکیه. و اینجا هم فاصله است دیگه، ما اعدادمون جدا از همن، پس نمودارمون میله‌ایه، هیستوگرام نیست. اونی که شما برای من عکسشو فرستادی اسمش نمودار هیستوگرامه، چسبیده ها. فیلم ضبط شدهش هم بچه ها چشم، فیلم ضبط شدهش هم حالا بچه ها تو تلگرام سوال پرسیدن براتون میفرستیم، مونتا چون تدوین داره میشه به خاطر همین فیلم با یه هفته تأخیر به دست ما میرسه. خب حل کنم؟ باشه چشم بچه ها، حل کنیم سراغ سوال، چون تستامون که داریم زیاده من دیگه بقیه رو تونتون حل میکنم براتون.
خب بچه‌ها می‌خوام از جامعه 1 تا 8 یک نمونه 6 تایی انتخاب بکنیم. با چه احتمالی؟ همینجا که گفته چه احتمالی، مخرجش میشه 6 از 8. چرا؟ چون دارم 6 تا رو از 8 تا انتخاب می‌کنم. پس مخرج شد 6 از 8 انتخابش. با چه احتمالی این نمونه میانگین جامعه را دقیقاً درست برآورد می‌کند؟ خب من اول باید ببینم میانگین جامعه هم چنده. میانگین جامعه رو حساب می‌کنم. 1 2 جمعش تا چند؟ تا 8. بروی 8 میشه میانگین جامعه. بچه اینو چطوری میتونم جمع بکنم؟ با رابطه گاس میتونیم اینو جمع کنیم. 8 در یه دونه بیشترش تقسیم به 2، درسته؟ n در n به اضافه 1/2 بروی 8. و اگر اینو سادش بکنم، البته شما میتونید جمع کنید دیگه، با رابطه گاوس هم میتونیم بریم، این میشه 4 میشه، یا این 8 رو با اون 8 بزنیم، n در n اضافه 1/2 کلن چند میشه؟ میشه 36/4 اگه اشتباه نکنم، درسته؟ نه فکر کنم اشتباه کردم، یه بار دیگه محاسبه کنم، یه بار دیگه. پس جمعش میشه n در nمون 8 ضرب در 9/2 بروی 8. این با این ساده میشه، میشه 4، میشه 4 9 تا 36/8. 36/8 میانگینش میشه 36/8 میشه 4.5. آقا میانگینمون میشه 4.5. برای اینکه میانگین رو به دست بیاریم، خب گفته 6 تا انتخاب میکنیم، جمع این 6 تا عضو بچه‌ها باید بشه 4.5. ای حالا این 6 تا عضو مثلا این در نظر میگیرم C D E و 1 1 2 3 4 5 F G و H. بچه ها نها کنید، جمع این 8 تا میشه 36، قبول دارید؟ گفته من 6 تاشو انتخاب میکنم، 6 تاشو انتخاب میکنم، قرار میانگین این 6 تا بشه چند؟ 4.5، با میانگین جامعه همون یکی بشه، درست شد؟ یعنی میخوایم X بارمون با مو برابر بشه. خب میانگین 6 تا اگه بخواد بشه 6، یعنی جمع 6 تا باید چند بشه؟ میانگین 6 تا قراره بشه 4.5، جمعشون میشه 6 تا 4.5، 6 تا 4.5 میشه 27. پس جمع این 6 تا باید بشه 27. یه کار بسیار سخت، یه جمع این 6 تا رو من 27 به دست بیارم. بیام از یک فنی یا از یک کلکی براش استفاده کنم. اون فنه چیه؟ به جای این که بگم این 6 تا 6 تا اینا رو پیدا بکنم جمعشون میشه 27، بیام اینا رو دوتا دوتا حساب بکنم. بچه ها کلشون مگه 36 نیست؟ همه اونایی که دوتا 27 با 36 چند تا فاصله داره؟ 9 تا فاصله داره. همه اون دوتاییایی که جمعشون میشه 9 رو حساب بکنم و از این کم بکنم، اون 6 تای دیگه به دست میاد. امیدوارم متوجه شده باشی. پس میام چیا جمعشون میشه 9؟ 1 و 8، 2 و 7، 3 و 6، 4 و 5. چند تا عدد داریم که جمعشون میشه 9؟ پس این عددا جوابش با چند تا 6 تا عددیه که جمعشون میشه 27. پس جوابمون میشه 4/6. حالا 4/6 رو حساب بکنیم ببینیم چند میشه. بچه 6/8 با همون 2/8 برابره، درسته؟ اینم که 4ه، پس میشه 4/2 رو چطوری انتخاب میکنم؟ 8/7 ساده میکنم، این با این میره میشه 1/7. پس جواب ما میشه گزینه پ، 1/7، همون چیزی که آقای تراب‌پور هم به درستی اشاره کرد. اگه میخواید اسکرین بگیرید میتونید بگیرید از این قسمت، الان اسکرینتون بگیرید. اگه کسی سوال داره جایی رو متوجه نشد بگه، یه ذره طولانی بود.
کجاشو دقیقا آخرشو متوجه نشدی؟ بله با جواب تو میذارم تو کانال. پس بریم بعدی، بریم سوال بعدی. آره جواباشو میذارم، اینم اسکرین الان لازم داشتید میتونید بگیرید، ولی همین جوری با همین جوابا براتون میذارم داخل کانال. بچه بریم سوال بعدی. گفته در جامعه‌ای با انحراف معیار سیگما کران بالای فاصله اطمینان بیش از 95% برابر 51. اگه برآورد میانگین 43 باشه مقدار انحراف معیار برآورد میانگین کدومه؟ یه ذره این سوالم کار داره. بچه مو چی بود رابطهش؟ x بار به اضافه 2 تا سیگما به روی رادیکال n، این برم بود x بار منهای 2 تا سیگما به روی رادیکال n. درست شد؟ خب گفته که کران بالای بیش از 95% اینه دیگه، کران بالاش. بچه به این میگن کران بالا، به این وریه میگن کران پایین. کران بالاش چنده؟ 51. میانگینم داده، میانگین برآوردم داده، پس اینم 43، اینم میشه 43. جایگذاری کردم. چی رو میخوایم به دست بیاریم؟ مقدار انحراف معیار برآورد میانگین رو میخواد به دست بیاریم. انحراف معیار برآورد میانگین چی بود؟ یادتون هست؟ سیگما به روی رادیکال n. یعنی سیگما به روی رادیکال n رو میخواد. چطوری میتونم با یه سری جمع و تفریق و عبارات ریاضی اینو به دست بیارم؟ آقا شما بیا اینو در نظر بگیر، ای کران پایین بالا رو در نظر بگیر، ای کران پایین رو در نظر بگیر، اینو بگیر بی، اینو بگیر ای. قبول دارید ای به اضافه بی تقسیم به 2 میشه ایکس بار؟ اگه اینو با این ور جمع کنم این رادیکالیا و اینا میرن، دوتا ایکس بار میمونه، تقسیم به 2 کنم ایکس بارش به دست میاد. قبول دارید این مطلبو؟ حالا بریم کارش انجام بدیم، این دوتا رو با هم جمع کنیم. خب بی رو داشتم 51، پس میشه ای به اضافه 51 بروی 2 مساوی ایکس بارم چنده؟ 43. آقا زر طرف این وسطه این میکنم، ای میشه 86 منهای 51 میشه 35. اگه اشتباه محاسباتی دارم بگید به من. یعنی کران پایینمون شدین 35. کران پایین رو من الان به دست آوردم. یه ذره دیگه بریم پایین تر. حالا چی کار کنیم؟ بچه ها من جمع ای و بی رو دارم، حالا بیام این کار رو انجام بدم. میخوام این عبارت سیگما به روی رادیکال n رو به دست بیارم. میام این کار رو میکنم، کران بالا رو منهای کران پایینش میکنم. نها کنید x بار به اضافه 2 سیگما به روی رادیکال n، با یه رنگ دیگه بنویسم شاید نبینید، منهای کران پایین x بار منهای 2 سیگما به روی رادیکال n، حاصلش میشه 51 منهای 35. 51 منهای 35 میشه چند؟ 16. میشه 16. خب از این به دست میارم. بچه اگه این منفیه رو تأثیر بدم داخل، منفیه بره داخل، x بارمون میشه منفی، این میشه مثبت. این دوتا از هم میرن، دو تا سیگما به روی رادیکال n به اضافه دو تا سیگما به روی رادیکال n میشه چند؟ 16. آقا دو تا از اینا با دو تا از اینا میشه 4 تا از اینا مساوی 16. پس سیگما به روی رادیکال n که من میخواستم میشه چند؟ 4. پس گزینه چند درسته؟ پس گزینه b درسته. 4. بریم مثال بعدی. بچه کسی سوال داره، مشکل داشت از این، ایراد دارید بگید. عالیه، انشالله که من زمان جوابشو نمیبینم. سخت بهش جواب دادم، خیلی خوبه که شما راحت بهش جواب دادید، خیلی بی نظیری. بفرست برام جواب راحتتو مرشاد. مرشاد بعدم برام توی تلگرام بفرست ببینم چیکار کردی. اسکرین هم بگیرید جوابتو برام بفرست مرشاد.
آره کلا فقط جایگذاری و محاسبات ریاضی دیگه، حالا از هر طریقی راحت تر بهش رسیدید. خب عکس بگیرید از این، اسکرین بگیرید، بریم بعدی. آقا بریم سوال بعدی. خیلی خوبه که دارید به همراه من دارید حل میکنید، ممنونم ازتون، ولی به خاطر اینکه وقت نیست منم همزمان با شما حل میکنم، بریم جلو. بعد عکس میذارم، اجازه میدم که اسکرین بگیرید، فرصت میدم بهتون. سلام. در نمونه گیری تصادفی ساده به اندازه ان مساوی 3 از این جامعه احتمال انتخاب نمونه ای که میانگین را 4 برآورد میکنه چنده؟ بچه ها وقتی میگه میانگین، اولا انمون 3 درسته، وقتی میگه میانگین رو 4 برآورد میکنه یعنی جمع و چند برابر برآورد میکنه؟ 3 تاست، میانگینش شده 4، یعنی جمعو باید چی برآورد کنه؟ 12 برآورد کنه. احتمال انتخاب گفته، خب احتمال NS مون فضای نمونش چون 3 تاییه میشه 3 از چند؟ 6 تا. درست شد. حالا باید ببینم چند تا جمعشون میشه 12. خیلی راحت پیدا کردنش، از 6 شروع میکنم، 6 و 5 و 1 میشه 12، 5 و 4 و 2 هم 5 و 4 و 3 هم میشه 12. دیگه عدد دیگه وجود داره؟ نه. پس میشه 2 تا به روی 3 از 6. 3 از 6 همون میشه چند؟ رابطه شو بلدیم، 6 در 5 در 4 تقسیم به 6 ساده میشه 20. 3 از 6 میشه 20، 2 هم میره بالا میشه 1/10. پس جواب درست گزینه P هستش، 1/10. اسکریپ میخواید بگیرید، گفته بود میانگین 4 بشه، مجموع 3 تا باید بشه چند؟ 12. کسی سوال نداره؟ بچه ها صحبت غیر درسی نباشه لطفاً. اگه اسکرین گرفتید بریم بعدی. خب به خاطر اینکه وقت کمه من اینم سریع براتون حل میکنم، شما هم لطف کنید همزمان با من حلش بکنید. گفته در یک جامعه 4 عضوی میانگین توسط نمونه های 3 عضوی به ترتیب اینا شده. بچه ها 4 عضوی یعنی A و B و C و D فرض کنیم هستن، میانگین توسط گزینه های 3 عضوی شده این، یعنی چی؟ یعنی من 3 عضوی هم اینان A, B, C، انتخاب 3 از 4 میشه 4 تا، یعنی 4 تا میانگین به من داده، یعنی کل 3 تایی ها رو نوشته. A, B و C 3 عضوی تقسیم به 3 شده چند؟ 20/3. بعدیش A, B, D تقسیم به 3 شده 8. بعدی پایینش می نویسم که جا داشته باشیم. بعدیش A به اضافه B به اضافه A به اضافه A رو نباید می نوشتم، A C D. بعدی A C D سوم شده چند عددش؟ 25/3 و آخریش هم 9 شده 25/3. کسی به جواب رسید تا حالا؟ بعدی B C D سوم شده چند؟ 9. بچه ها از این نتیجه میگیرم که جمع این ستا شده 20. سه ها رو میزنم از مخرج، جمع این ستا A B D شده 24، جمع این ستای دیگه A C D شده 25، جمع B C D هم شده 27. همه رو با هم جمع کنید، این ور رو با هم جمع کن، اون ور رو با هم. اگه دقت کنید از هر کدوم سه تا داریم، سه تا A به اضافه B به اضافه C به اضافه D میشه جمع این ور 20 40 60 80 96. ساده میکنم سه رو از دو طرف، یعنی جمع A B و C و D میشه 32. چی و سال از ما خواسته؟ مجموع رو داریم، میانگین یه چیزی خواسته بود، میانگین جامعه رو، میانگین 4 تا رو میخواد. 32 رو تقسیم به 4 کنم میشه چند؟ 8. پس این هم میشه گزینه الف.
اسکریم میخواید بگیرید، بگیرید، سوال دارید بپرسید. خب بچه، فصل آخرمون به این ترتیب اینجا تموم شد. تستاشم که 4 تا تستم 4 تا حل کردیم دیگه، 4 تا حل کرده باشیم تموم شده. فقط من چند تا تست تو این 5 دقیقه فکر کنم وقت نمیشه، نه؟ میخواستم براتون، حالا اون اتفاقا پیش نمیافتاد، براتون میخواستم چند تا تست دیگه حل بکنم، ولی خب فکر کنم دیگه فرصت نمیشه، همکار بعدیمون هم اینجا هستن، وقتشون رو نگیریم. براتون به صورت کلیپ فایل رو ضبط میکنم و براتون میفرستم. خسته نباشید، شما خسته نباشید بچه ها. ممنونم آقای حسنی و بقیه بچه هایی که تشریف آوردن و خوب همکاری کردن. خسته نباشید، خدا نگهدارتون.